سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من. امروز اومدم بهتون یک پلتفرمی رو معرفی بکنم که اولش خب نمیخواستم در واقع راجبش بیام صحبت بکنم توی چنل. احتمالاً ویدیو شورت من رو دیدید که در این باره بوده و الان اومدید توی این ویدیو بچه ها. حقیقتا من اولش نمیخواستم این ویدیو رو بسازم چون گفتم ممکنه یک کوچولو عجیب غریب باشه و یکم براتون تعجب آور باشه، اما یک کوچولو بیشتر تحقیق کردم و دیدم که چه یوتیوبرهای بزرگ حالا کشورهای دیگه ای دارن در این باره ویدیو میسازن و مردم رو تشویق میکنن که این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون این کار داره خیلی کمک میکنه به افراد مختلف دنیا. حالا بهتون میگم دقیقا چه کاریه بچه. این کار بهتون کمک میکنه که یعنی شما میتونید با مدفوع کردن درآمد داشته باشید. یه چیز خیلی عجیب و غریبیه و خیلی به نظر ممکنه که بد حالت و بد فرم بیادش و خب واقعا اینطوریه، ولی حالا طبق تحقیقاتی که من کردم این مدفوع شما میتونه جون چند نفر رو نجات بده. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم که چقدر این موضوع میتونه جالب باشه و حتی درآمد خیلی خوبی هم داره. حتما تا انتهای ویدیو رو من همراه باشید، لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نکنید. همتون حساب بگم و بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیوی امروزمون. خب بچه‌ها، پلتفرمی که ما باهاش امروز کار داریم اصلا یک پلتفرم کسب درآمد نیست و پلتفرمی نیستش که ما بخوایم مثلا آخرش بیایم حالا تبلیغ ببینیم کسب درآمد بکنیم. یک روش کسب درآمد خیلی عجیبی داره و اصلا برای کسب درآمد درست نشده این پلتفرم. این پلتفرم اسمش هستش Human Microbes بچه، یعنی همون میکروب های انسان ها. کلا یک پلتفرم در رابطه با میکروب های انسان ها که توی آمریکا و کانادا هستش. ایران رو هم پشتیبانی میکنه بچه، حالا جلوتر بهتون توضیح میدم به چه صورت هستش. اینجا داره میگه که هدف ما چیه که داریم این کار رو انجام میدیم و حالا میگه که ما یه سری میکروب هایی رو نیاز داریم که این میکروب های شما بچه، اینا رو همه رو اینجا نوشته، حالا من ترجمه کردم و خلاصش رو دارم بهتون میگم. میگه ما یک سری میکروب هایی رو نیاز داریم که این میکروب های داخل مدفوع شما میتونه کمک بکنه که یک سری از انسان ها جونشون نجات پیدا کنه و خب خیلی چیز خفنی میتونه باشه بچه ها. ببینید اینجا نوشته where to start looking for donor becoming a donor بچه ها. donor همون منظورش دونیتور هستش، یعنی شما قرار کمک بکنید به این ماجرا. اینجا رو این گزینه کلیک کنیم و یک همچین فضایی برای شما باز میشه بچه ها. میگه که مدفوع شما میتونه کمک بکنه تا جون یکی نجات پیدا کنه بچه ها. یعنی گفته که could save someone's life، یعنی میتونه زندگی یک کسی رو سیف بکنه و خب این خیلی خفنه. و حالا اینجا توضیحات دیگه ای رو برای ما نوشته، اینجا داره شرایطش رو برای ما می نویسته. شما اول از همه شرایطش رو به شما بگم. ببینید خب یک سری شما سوال و جواب باید جواب بدید اول از همه، که حالا این سوال و جواب ها رو کجا باید انجام بدید. پایین تر که بیاید اینجا نوشته که روی این گزینه کلیک بکنید یک صفحه جدیدی برای شما باز میشه که حالا اگر خواستید من پارت جدیدش رو میسازم. اما خب همه سوالاش بچه‌ها کاملا شخصیه، به خاطر همین من ویدیوی در رابطه باش نمیسازم. ولی خب شما اگر جایش رو متوجه نشدید با گوگل کروم که وارد بشید اینجا ترنسلیت رو بزنید، اینجا بیاید زبونش رو عوض بکنید بچه‌ها و بذارید روی فارسی. حالا من پرژین رو پیدا بکنم، بیاین پایین، بیاین پایین. خب اینجا پرژین رو انتخاب میکنم روی ترنسلیت میزنم و ببینید که اینجا حالا داره برای من ترجمهش میکنه و میتونید کاملا با زبان فارسی بیاید جواب بدید. با شماره تلفن ایرانیش مشکل نداره، در صورتی که حتی شماره تلفن اختیاریه میتونید وارد نکنید. شماره تلفن ایران هیچ مشکلی نداره. ایمیلتون رو اینا رو حتما وارد بکنید، بهشون بگید بچه، یک سری جاها هست که میتونید قشنگ باشون صحبت بکنید. بهشون بگید که من حالا دارم از ایران با شما صحبت میکنم و توی ایران پیپال تحریم، مسترکارد تحریم، ویزا کارت تحریم، همه اینا رو بگید و بهتون میگن. ما بچه هممون این کار رو انجام دادیم، یعنی من به سری از بچه ها گفتم که بیان پیام بدن به پشتیبانی و یه جوری بفهمن که حالا چجوری ما باید باشون کانکت بشیم. خیلی سریع هم کانکت شدن و جواب ما رو هر روز میدادن، اما خب بعد از تقریبا یک هفته ما فهمیدیم که یعنی به این نتیجه رسیدیم که گفتن اوکی ما با ارز دیجیتال هم میتونیم برای شما پرداخت بکنیم و هیچ مشکلی نداره و پولتون رو با ارز دیجیتال هم حتی میتونید داخل ایران بگیرید، فقط کافیه که قشنگ بتونید بهشون توضیح بدید و بهشون بفهمونید که خب کار سخت و پیچیده ای هم نیستش. خودشون میفهمن، یعنی خودشون یه سرچ بکنن توی اینترنت میفهمن که ایران چقدر کشور مسخره ای برای اینجور موارد. بالاتر که بیایم بچه‌ها ببینید به ما میگه که شما میتونید $500 بابت هر بار ارسال این مدفوعتون دریافت بکنید. یعنی هر بار $500 خب درآمد خیلی زیادیه و خیلی عجیبه که بابت این کار ما داریم 25 میلیون تومان به دست میاریم که میشه
حدوداً میگه که حالا بستگی داره ولی به صورت میانگین حدود 180 هزار دلار ماهانه ما میتونیم کسب درآمد بکنیم. بچه‌ها درآمد ماهانه 180 هزار دلار درآمد خیلی خوبیه، میشه ماهانه 9 میلیارد تومان. بچه‌ها این شما میگم ماهانه بچه‌ها داشتید، سالانه 9 میلیارد تومان شما میتونید کسب درآمد بکنید فقط با همین چیز. حالا یک سری شرایط داره بچه‌ها، یعنی این کار یه جورایی میشه گفت یک سرمایه‌ای نیاز داره، سرمایه خیلی زیادی نه ولی خب بالاخره یک مقدار پولی نیاز داره، یه کوچولو زمان بره ولی کارتون که بگیره خیلی جالب میشه، یعنی زندگیتون اصلا عجیب میشه. شما هر دفعه میرید دستشویی میتونید پول در بیارید، واقعا عجیب غریب میشه زندگیتون. ولی خب اولش برای شروع کار یک سری کارها داره. ببینید مثلا گفته که شما باید محصولتون رو توی یک حالا بگی بندازید که فیلماش هم البته هست، یعنی توی همه این حالا فیلم ها به ما کاملا توضیح میده که به چه شکلی باید بسته‌بندی بکنیم، توی یک پلاستیکی باید بنازیم که زیپدار باشه و توی یخ خشک بذاریم و توی یک جعبه بذاریم و ارسال بکنیم براشون، که ارسالش هم خودش میگه که به کجاها باید باشه. و خب شما بخواید با هواپیما، با قطار، با کشتی هر چیزی ارسال بکنید بازم اونقدر برای شما گرون نمیفته، ولی بهتره که این کار رو تیمی بیاید انجام بدید، یعنی خودتون به تنهایی انجام ندید، تیمی اگر انجام بدید خیلی بهتر و به صرفه تر است. حالا این به چیز خودتونه که آیا بخواید این کار رو انجام بدید یا نه. و اینجا هم برای ما نوشته بچه‌ها این کلا سه تا چیز نیاز دارید، یه دونه حالا اینه که روش اگر کلیک بکنید هم عکساشو میاره هم توضیحاتشو میاره، یه دونه فروزن آیس پک، یه دونه زیپلاک فریزر بگه که خب اینا رو خیلی راحت ببین از حتی سایتش هم آورده که شما میتونید بخریدش. یه همچین چیزی شما لازم دارید که کلا 2 دلار 100 هزار تومان، یه همچین چیزی شما نیاز دارید که کلا حالا 4 دلار 200 هزار تومان و یه همچین چیزی نیاز دارید که کلا 6 دلار. بچه‌ها شما یعنی میتونید با یه 2 دلار یه 4 دلار یه 6 دلار کارو جمع بکنید، 12 دلار ضرب در 50 هزار تومان میشه 600 هزار تومان. 600 هزار تومان هزینه ارسال هم بچه اونقدری زیاد نمیشه. شما اگر بخواید حالا هر دفعه مثلا ارسال بکنید، من حقیقتا حالا دقیق نمیدونم ولی بعید میدونم بیشتر از 10 میلیون تومان بشه، یعنی شما هر دفعه میتونید حداقل 15 تومان 13 14 تومان سود بکنید روی هر ارسالی که انجام میدید. ولی خب خیلی کار عجیب و غریبیه، هر کسی 100 درصد نمیتونه این کارو انجام بده. یک سری شرایطی هم داره بچه‌ها، باید زیر 30 سال باشید، افراد زیر 18 سال باید حتما رضایت پدر و مادرشون رو داشته باشن. و حالا اینجا داره یک سری توضیحاتی میده، میگه که کسایی که دونرز هستن و دارن این کارو انجام میدن باید یک مقدار آنتی بیوتیک کمتری مصرف بکنن، یعنی اگر قرص آنتی بیوتیک میخورید یا چیزی مصرف میکنید و باید به اندازه بکنید و کمش بکنید. همه توضیحات رو اینجا داده که حالا چه چیزهایی رو شما باید داشته باشید. و توضیح خاص دیگه این نداره بچه‌ها. یک موضوعی بود که من بهش برخوردم، خیلی وقت پیش بود البته که بهش برخورده بودم، خودمون پیام دادیم بهشون، باش صحبت کردیم و در آخر به این نتیجه رسیدم که ویدیوشو بذارم بچه‌ها. ویدیوش ضرری نداره و به گفته خود سایت و تحقیقاتی که من کردیم واقعا میتونه جون خیلی از افراد رو حتی نجات بده و به ما هم پول پرداخت کنه، یک درآمدی که ممکنه خیلی عجیب غریب باشه ولی کارتون که بگیره خیلی میتونه جالب و باحال باشه. مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردید بچه‌ها، امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحالم میکنید که کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت هم بذارید. همتون حسابی گرم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.